ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و هیئت همراهش با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی در کاخ شاهی در ابوظبی دیدار کرده است. به گفته مسئولان وزارت دفاع در این دیدار درباره مسائل گوناگون به ویژه حل مشکلات بازرگانان افغان گفتگو شده است. در این دیدار پس خیر مقدم گویی سرپرست وزارت دفاع ملی از سوی شیخ محمد بن زاید روی تحکیم روابط همکاری های دو جانبه بین کشور امارات و افغانستان و دیگر موضوعات مهم بحث و گفتگو صورت گرفت. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی دیدار و گفتگوی هیئت امارات اسلامی را با مقام های امارات متحده عربی در بهبود روابط دو کشور سودمند می دانند. فکر میکنیم به خاطر این میکوشد که روابط امارات اسلامی را با این کشورها تحکیم ببخشد و چیزی را که از دستاوردها و مساعدات و حمایه به خاطر امارات اسلامی میتونند به دست بیارن از این کشورها او را به دست بیارن. شماری از بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی از مقامهای امارات اسلامی میخواهند تا در برطرف شدن چالش‌های آنان در بخش صدور پاسپورت، ویزه، رهایی زندانیان و از سرگیری پرواز شرکت‌های هوانوردی اماراتی به افغانستان تلاش کنند. با دغه لیدنه که افغان سوداګر او قومي مشران خپل ستونزې چې کومې په امارات کې په افغانستان کې درلودې وزیر دفاع سره شریک کړي، چې د هغو د ستونزو څخه اولین مشکل چې دی موږ د پاسپورټونو د نشتون سره مخامخ یو، چې په اماراتو کې په سفارت او قونسلګرۍ کې پاسپورټونو کتابچې نشته او ټولو دا غوښتنه وکړه چې موږ ته باید پاسپورټونه راولېږلی شي. نور تاجرانو ورته ډاډ ورکړو چې موږ به په افغانستان کې پانګه کوو او افغانستان د موږ شریک کور ده او په ګډه به آبادو. موږ ته افغانستان خارجیان نشي آبادولی، همدغه افغانان او همدغه تاجران به ځي او انشاءالله هلته به پانګه کوي او په افغانستان کې به سرمایه گذاری کوي. از دو روز به این سو هیئت امارات اسلامی به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد در سفر به امارات متحده عربی به سر میبرند و در این دو روز با شماری از مهاجران، بازرگانان و مقامهای ارشد این کشور دیدار و گفتگو کرده است.